آیا می دانید؟ سلام، من مدیم. دارم آشغالا رو میذارم بیرون. میدونستین خیلی از چیزایی که دور میریزین و میشه دوباره استفاده کرد؟ به این کار میگن بازیافت. اینجا کاغذ و مقوا هست. اینا میرن توی این سطل قهوه‌ای. شما توی خونتون بازیافت میکنین؟ کار خوبیه. چون به جای اینکه این همه چیزای کهنه دور ریخته بشه، ازشون چیزای جدید ساخته میشه. ولی میدونین آشغالای خونتون رو چطوری بازیافت میکنن؟ داستان از یه کامیون زباله شروع میشه که دلم میخواد بدونم چطوری کار میکنه. چطور کار میکنه؟ کامیون زباله. آه، اونجاست. کامیون بازیافت. خیلی بزرگ و پرسر و صداست، مگه نه؟ چطوره از نزدیکتر نگاش کنیم؟ وقتی بازیافتی‌ها یه خونه جمع شدن، سطلا رو از خونه میبرن دم کامیون. بعد سطل به یه سکویی بسته میشه که اونو بالا میبره و سر و ته میکنه تا همه چیزو بریزه توی کامیون. جالبه، مگه نه؟ خوشم میاد که اینجوری سطلا رو سر و ته میکنن. این کامیون مثل یه ربات بزرگه. این قسمت عقبش که همه چی اونجا اتفاق میفته اسمش هست مخزن متحرک. هیچ وقت نباید نزدیک کامیون بازی کنین. ولی من اجازه مخصوص گرفتم که ببینم چطوری کار میکنه. میخوام ببینم وقتی سطل آشغالو سر و ته میکنی چه اتفاق میفته. برای همین دوربین مخصوصمو میذارم اون تو که از نزدیکتر ببینم. وای، ببینین چقدر آشغال. یه کمی بو میده. حالا این بازوی فلزی بزرگ مخزن متحرک از کامیون اومد پایین و داره همه ی آشغالا رو میکشه بالا و فشار میده اون پشت. کامیون بازیافت انگار زنده است، خیلی سر و صدا میکنه. حتی وقتی وای میسته میگه انگار داره عطسه میکنه. خیلی جالب بود. حالا دوباره با حرکت آهسته ببینیمش. سطل اومد، رفت بالا، سر و ته شد، آشغالا ریخت بیرون. به نظر عجیب میاد، ولی میدونین مخزن متحرک چطوری سطل رو خالی میکنه؟ بریم ببینیم. روز بازیافت سطل چرخدار رو میبرن پشت کامیون و وصلش میکنن به یه بازوی رباتی که اسمش هست بارگیر پشتی. وقتی سطل سر جاش قفل شد، بازوی بارگیر پشتی شروع میکنه به حرکت. تیکه اولش میره بالا و سطل رو بالا و بالاتر میبره. بعد شروع میکنه به عقب رفتن. این باعث میشه سطل سر و ته بشه. در پوشش باز میشه و کل آشغال میریزه بیرون. داخل کامیون آشغالا میریزن توی یه مخزن بزرگ و بعد یه دیواره متحرک همه آشغالا رو فشار میده به عقب کامیون و لهشون میکنه. اینطوری جای بیشتری برای آشغال باز میشه. این چیزی که این پشته و بهش میگن مخزن متحرک خیلی جالبه، مگه نه؟ ببینین دو تا سطل بازیافت دیگه رفتوش. یادتون باشه که داخل کامیون یه دیواره بزرگ متحرک هست که آشغالها رو له میکنه تا جای بیشتری باز بشه. ولی میدونین بعد از اینکه آشغال رفت توی کامیون از اونجا کجا میره؟ دنبالم بیاین. وقتی کامیون بازیافت همه ی آشغالا رو جمع کرد، میره به سمت کارخونه بازیافت. یه جای بزرگ که انواع مختلف آشغالها رو از هم جدا میکنن. همینجاست. این کوه بزرگ پلاستیک و کاغذ بازیافتی رو از خونه کلی آدمای مختلف جمع کردن. کامیون ما داره باز بهش اضافه میکنه. وای، تماشا کنید. باورم نمیشه این همه آشغال توی کامیون فشرده شده بود. بعد یه بیل مکانیکی آشغالا رو بلند میکنه و میریزه این تو.
آشغالا میان به سمت این چرخ بزرگ فلزی که آشغالا رو صاف میکنه تا آماده رفتن به مرحله بعد بشن. اینجا یه عده آشغالا رو از هم جدا میکنن. هر چیزی رو که قابل بازیافت نباشه بیرون میارن. بقیه مواد روی این تسمه نقاله به راه خودش ادامه میده. مواد بازیافتی وارد یه استوانه بزرگ میشه. این استوانه میچرخه و چیزای سنگین میافتن تهش. چیزای سبکتر هم اون بالا میمونن. وقتی مواد بازیافتی از استوانه میاد بیرون، میره روی سه تا تسمه نقاله مختلف. بزرگ، متوسط و کوچیک. تیکه های کوچیک شامل یه مقداری پلاستیک و کاغذه که حالا باید از هم جدا بشن. این ماشین مخصوص با فشار باد پلاستیک و کاغذ رو جدا میکنه. کاغذ ها میافتن پایین توی این ماشین که لهشون میکنه و به شکل این قطعه های بزرگ درشون میاره که بهشون میگن عدل. عدل های کاغذ و مقوا رو میفرستن به کارخونه های همه جای دنیا که ازشون چیزای تازه بسازن. از کدوم قسمت طرز کار کامیون بازیافت بیشتر خوشتون اومد؟ یادتون میاد پشت کامیون که آشغال ها میره توش اسمش چی بود؟ درسته، اسمش هست مخزن متحرک. صدای کامیون آشغالو که خاموش شد شنیدین؟ مثل عدسه بود. دیدین بازوی روبوتی چطوری سطل رو سر و ته کرد؟ خب، پس حالا میدونین کامیون بازیافت چطوری کار میکنه و مواد بازیافتی خونتون چطوری به کارخونه بازیافت میرسه. ولی میدونین چطوری بازیافت میشه و ازش چی ساخته میشه؟ بریم ببینیم چطور ساخته میشه. روزنامه. یکی از جاهایی که کاغذ بازیافتی کهنه ممکنه ازش سر در بیاره اینجاست. کارخونه کاغذسازی. اینجا کاغذ و مقوای بازیافتی شما تبدیل به این میشه. روزنامه. حالا بهتون نشون میدم چطور. این همش مواد بازیافتیه که از خونه ها و اداره ها جمع شده و توی کارخونه بازیافت تبدیل به عدل شده. عدل ها روی این تسمه ها میرن جلو تا اینکه تبدیل میشن به تکه های کوچیک و بعد میرن توی یه ماشین مخصوص که بهش میگن خمیرساز. این خمیر سازه. تمام کاغذای کهنه رو میچرخونه و با آب قاطی میکنه. یه کمی مثل ماشین لباسشوییه. این خمیر ساز خیلی بزرگه که از بزرگترینای دنیاست. این چرخیدن و قاطی شدن با آب کاغذ رو تکه تکه میکنه و تبدیلش میکنه به یه چیزی به اسم خمیر کاغذ. شبیه آب گلالود و پر از لجنه. مگه نه؟ نمیخوام زیادی نزدیکش بشم. بهتره از دوربین مخصوصم استفاده کنم. آماده این؟ بریم توش. باورتون میشه که این خمیر گلی و لجنی قرار روزنامه بشه؟ خوشبختانه دوربین من توی یه محفظه ضد آبه. ببخشید دوربین مخصوص. خمیر کاغذ از توی یه علک خیلی بزرگ رد میشه و هر چیزی که لازم نباشه مثل تیکه های پلاستیک ازش جدا میشه. بعد خمیر کاغذ میره توی یه قسمت دیگه یه کارخونه. اینجا خیلی بزرگ و پر سر و صداست. اونقدر صدا هست که چیز دیگه شنیده نمیشه. دنبالم بیا. خمیر کاغذ از توی این لوله وارد یه ماشین بزرگ دیگه میشه. یا یه نگاهی بندازیم. خمیر کاغذ دور این قلتک میچرخه تا شسته بشه. مرکبش جدا میشه. خیلی کثیفه. وقتی که خشک شد سفید میشه و بیرون میاد. بیاین ببینیم. ایناهاش. وقتی کاغذ از اون سر ماشین میاد بیرون دور این قرقره های بزرگ پیچیده میشه. به اینا میگن قرقره جامبو. این کاغذ 100 تن وزنشه.
یعنی به اندازه 10 تا از بزرگترین فیل‌های دنیا. به عمرم این همه کاغذ ندیدم. این قرقره کاغذ برای روزنامه شدن زیادی بزرگه، مگه نه؟ برای همینم باید به تکه های کوچیک‌تر بریده بشه. این اتفاق اینجا میافته. و حالا این قرقره های کوچیک‌تر آماده رفتن به چاپخونه‌ن تا تبدیل به روزنامه بشن. ولی اول باید این ربات‌ها بسته‌بندیشون کنن. این ماشین چاپه. اینا هم قرقره های کاغذ سفید بازیافتی هن که دیدیم توی کارخونه کاغذسازی درست شدن. اینا رو سوار این ماشین میکنن که آماده است تا تبدیلشون کنه به روزنامه‌ای که ما میخونیم. ولی پیش از اینکه روزنامه چاپ بشه، نوشته ها و عکس هاش روی یه صفحه‌ای به اسم زینک گذاشته میشن. وقتی زینک ها ساخته شدن، اونا رو به این غلطک دراز میبندن. به این غلطک میگن سیلندر. سیلندر یکم مثل مهر میمونه. وقتی از مرکب پوشیده میشه و روی کاغذ سفید میگرده، درست مثل مهر من تصویر رو روی کاغذ میندازه. طرز کارش تقریبا مثل اینه. مهر رو میزنیم توی مرکب. بعد مرکب روی کاغذ فشرده میشه تا نوشته ها و عکس هایی که برای روزنامه لازمه روش بیفتن. ولی ماشین چاپ خیلی سریع تر از این کار میکنه. وای، باورم نمیشه که این ماشین با چه سرعتی داره روزنامه چاپ میکنه. وای، ماشین چاپ هر ثانیه 20 تا روزنامه چاپ میکنه. وقتی روزنامه چاپ شد، میاد توی این ماشین که به اندازه لازم بریده بشه، تا بشه و منگنه بخوره تا یه روزنامه کامل درست کنه. خیلی خوشم اومد که دیدم چطور کاغذ کهنه بازیافتی تبدیل به کاغذ جدید شد و بعد ازش روزنامه درست کردن. شما از کدوم قسمتش خوشتون اومد؟ یادتون میاد اسم کاغذ کهنه‌ای که با آب مخلوط شد چی بود؟ درسته، خمیر کاغذ. صدای ماشین خمیرسازو شنیدین؟ دیدین ماشین چاپ با چه سرعتی نوشته ها رو روی کاغذ چاپ کرد و روزنامه درست کرد؟ جالب بود که دیدیم چطور آشغاله کهنه ما رو میشه بازیافت کرد و ازشون چیزای تازه‌ای مثل روزنامه درست کرد. بهترین چیز روزنامه اینه که بعد از اینکه خوندینش، خب میتونین بندازینش توی سطل بازیافت تا دوباره بازیافت بشه. تا برنامه بعد. نوبت میرسه به برنامه آشپزخانه جهانی من.